بسم الله الرحمن الرحيم كتاب چهل حديث امام نووي حديث دوم. وعن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. از عمر ابن خطاب رضی الله عنه نیز روایت است که گفت وقتی یک روز نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم ناگاه به ما مرد ظاهر شد که جامه های بسیار سفید و موی های بسیار سیاه داشت و بر وی هیچ آثار سفر دیده نمی شد و هیچ کس از ما او را نمی شناخت تا آنکه پیشی پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست و هر دو زانی خود را به هر دو زانی پیامبر صلی الله علیه و سلم تکیه داد و هر دو کفی دست های خود را به هر دو ران خود نهاد و گفت ای محمد مرا از اسلام خبر ده پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اسلام این است که گواهی دهی که هیچ معبودی بر حق جز الله نیست و به تحقیق محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده اوست و نماز را برپا داری زکات دهی روزه داری و قصد خانه کعبه کنی اگر توانایی رفتن آن را یافتی آن مرد گفت راست گفتی پس ما تعجب کردیم که از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکند و سپس او را تصدیق میکند گفت مرا از ایمان خبر ده پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ایمان بیاری به الله و فرشتگان او به کتابهای او به پیامبران او و به روز قیامت و ایمان بیاری به تقدیر خیر و شر که از جانب الله تعالی است گفت راست گفتی پس مرا از احسان خبر ده پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اینکه الله را عبادت کنی چنانه که او را میبینی پس اگر تو او را نبینی بیشک او تو را میبیند گفت مرا از وقت قیامت خبر ده پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در موضوع آن پرسیده شده داناتر از پرسنده نیست گفت
مرا از علامت های قیامت خبر ده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند این که کنیز سید خود را بزاید و این که پایلوچان برهنتنان فقیران و چرانندگان گوسفندان را میبینی که در بناها و امارتها بر یکدیگر مسابقه و تکبری کنند. و پس آن من رفت و من تا وقت استادم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ای عمر، آیا میدانی که این پرسنده کی بود؟ گفتم الله و رسول او بهتر میدانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند او جبرائیل علیه السلام بود، نزد شما آمد تا برایتان امور دینتان را بیامیزاند. روایت امام مسلم. فایده های حدیث: یکم، البته سوال دهنده همان گونه که برای آموختن میپرسد، پس گاه ها برای تعلیم دادن میپرسد. پس برای شنواندن حاضران جواب مسئله را از عالم میپرسد. دوم، البته ملائکه ها از هیئت آفریده شدنشان به هیئت دیگر میگردند و به شکل آدم ها میآیند. در این دلیل بر جایز بودن تمثیل که در آن زمان مشهور شده است نمی باشد. پس البته آن نوعی از دروغ است و برای جبریل علیه السلام آن چه حاصل شد پس آن با اجازت و قدرت الله تعالی شد. سوم، بیان آداب تعلیم گیرنده در نزد معلم. چهارم، البته در وقت یک جا آمدن لفظ اسلام و ایمان، اسلام به امور ظاهری تفسیر کرده می شود و ایمان به امور باطنی تفسیر کرده می شود. پنجم، در دعوت به چیزی مهمتر پس مهمتر سر کردن، زیرا در تفسیر اسلام به دو کلمه شهادت سر کرده شد و در تفسیر ایمان به ایمان به الله سر کرده شد. ششم، البته اساسهای اسلام 5 تاست و اصول ایمان 6 تاست. هفتم، البته ایمان آوردن به 6 اصول ایمان از جمله ایمان به غیب است. هشتم، بیان فرق بین اسلام و ایمان و احسان. نهم، بیان عالی بودن درجه احسان. دهم، البته دانستنی وقت قیامت از جمله آن چیز است که الله تعالی در نزد خود نگه داشته است. میگویم الله به همه ما ایمان استوار را نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.